سلام، به تفسیر خبر امشب خوش آمدید. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای در جریان سفرش به هندوستان ابراز تمایل کرد که مذاکرات اتمی با 6 قدرت جهان هرچه زودتر از سر گرفته بشه. از سوی دیگر هرمان لاکارتس معاون دبیرکل سازمان انرژی اتمی در امور پادمان‌ها اعلام کرده بود که امیدواره که تا 16 ژانویه ایران اجازه بازدید از مؤسسه نظامی پارچین رو به آژانس انرژی اتمی بده. همه این تحولات نشون میده که مذاکرات هسته‌ای مجدداً وارد یک مرحله تازه‌ای شده. در مورد این موضوع با آقای دکتر مهرداد خونسری دبیرکل موج سبز به مثال جمعه‌های گذشته بحث خواهیم کرد. آقای خونسری بسیار خوش آمدید. سلام و درود به تمام همیهنان عزیزمون. مرسی. آقای خونسری، باز هم مسئله اتمی وارد یه فاز جدیدی شده و مجدداً مقام‌های ایرانی، حالا البته حتی به واسطه روسیه، هم اعلام کردن که میخواهند که مذاکرات اتمی رو به سرعت پیش بگیرن. از اون طرف هم آژانس ابراز تمایل کرده و امیدواره که این بار حداقل یک مرحله جدیدی رو از مذاکرات اتمی پیش بگیرن. شما این مذاکرات و این اخبار رو چگونه تحلیل میکنید؟ خب در اصل باید دید که، یعنی باید گفت که این مذاکرات چه فرقی با مذاکرات قبلی میتونن داشته باشن و پاسخ اون خیلی ساده است، به این لحاظ که اوضاع و شرایط حاکم در ایران به لحاظ اینکه این مجادلات با جامعه بین‌المللی الان نزدیک به 8 ساله که ادامه داره و فشارها روی ایران تنگتر و تنگتر شده، اون نتی که دور ایران بود بسته‌تر و بسته‌تر شده و امروز مملکت در یک وضعیتی قرار داره که اقتصاد مملکت به لحاظ همین تحریم‌هایی که به این دلیل روی ایران گذاشته شده، اقتصاد ایران رو کاملا از پای داره در میاره، شرط زندگی برای مردم غیر قابل تحمله و امیدی هم برای بهبود این بحران وخیم اقتصادی و عواقب ناشی از تمام عواقب ناشی از اون تا زمانی که این مسئله بخواد حل بشه وجود نداره. پس جمهوری اسلامی که فکر میکرد 8 سال پیش میتونه با اتلاف وقت شرایطی رو فراهم بیاره که از کنار این مسئله به نوعی خودش رو رها بده و یا مثلا این موضوع رو از خودش دور بکنه، امروز میدونه که دیگه زمان با اون نیست. فشارها روز به روز اثراتشون در درون ایران بیشتره و فشار روی حاکمیت به این ترتیب به یک درجه رسیده که نمیتونن کاری بکنن. اگر بخوایم به این تجربه کره شمالی برگردیم که اونها هم شاید به همین نفع زمان خریدن و در یک مرحله آزمایش اتمیش رو انجام دادن و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی چنین مدلی رو پیش روی خودش قرار داده، اما شرایط جهانی یک بار کره شمالی اتمی رو تجربه کرده. فکر می‌کنید امروز با ایران اتمی به چه شکلی بخواد برخورد بکنه؟ خود واقعا این نکته خیلی خوبی است که شما میگید. یکی از تجربیات دولت آمریکا به خصوص دولت فعلی آمریکا این استش که تجربه کره شمالی دو مرتبه به نوعی تکرار نشه. ضمن اینی که عواقب اتمی شدن ایران برای آمریکا و غرب و جامعه بین‌المللی به طور کلی، چون فراموش نکنیم که تمام تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران با رأی مثبت روسیه و چین صورت گرفته، یعنی طوری نیستش که شورای امنیت روی این مسئله بینشون اتحاد نبوده باشه. همه متفق القولن که رژیم اسلامی، حکومت اسلامی در ایران یک حکومت خطرناکیه، حکومتی است که امنیت و صلح جهان رو میتونه به خطر بیاندازه و اینی که یک چنین حکومتی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای بشه برای دنیا خطرناکه. حالا این موضوع رو اعضای دائمی شورای امنیت به زبان‌های مختلف میگن، یکی حادتر میگه، یکی خود نرمتر میگه، ولی در این مورد همگی متفق القولند و به این لحاظ هیچ کس حاضر نیست که ایران علی‌رغم تمام تلاشایی که شده و زمانی که گذشته به اون درجه برسه، چون خطر ایران خیلی زیاده.
کره شمالی یک کشوری است که بمب اتم رو میخواست برای اینکه حاکمیتش رو کار نگرداره. کره شمالی نفوذی در جایی از در منطقه از دنیا نداره، در اون جایی هم که قرار داره حتی رو کره جنوبی نفوذ نداره که بتونه سرنوشت مردم رو تغییر بده. یه مملکت فقیر بیچاره است که یک حاکمیت دیکتاتوری به اصطلاح منسجمی اونجا رو داره اداره میکنه و به خاطر اینی که توسط فشارهای بین المللی از کار برکنار نشه و به لحاظ فقر اقتصادی از پای در نیاد و بتونه یک مستمسکی برای ادامه حیاتش داشته باشه، به این بمب اتمی نیاز داشته و با تونسته با مرور زمان به اون برسه. ولی ایران فرق میکنه، ایران داره تو خلیج فارس دخالت میکنه، توی جهان اسلام دخالت میکنه، توی جوامع غربی در میان مسلمانانی که در غرب نزدیک 15-16 میلیون نفر مسلمان در اروپای غربی زندگی میکنن. خب جمهوری اسلامی سعی میکنه در میان اینها سوسه بدونه، از اون نفوذش استفاده بکنه. اساسا یک وضعیت کاملا متفاوتی است و این تجربه کره شمالی به هیچ عنوان نمیتونه اونطور که خود مقامات آمریکایی مدعی هستند در مورد ایران تکرار شه. امروز عبدالله گل هم بعد از اینکه نماینده های ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای نصب موشک‌های پاتریوت اومدن، جمله‌ای رو به همین عنوان میگه که ما حاضر نیستیم در کنار کشوری همسایه باشیم که دارای سلاحی باشه که ما اون رو نداشته باشیم. آیا فکر می‌کنید حرکت ایران به سمت تکنولوژی سلاح اتمی به رقابت هسته‌ای در منطقه بیشتر کمک بکنه؟ اصلا تردیدی در این مورد نیست. شما نگاه بکنید، مثلا فکر می‌کنید یک کشوری مثل عربستان سعودی که از نظر تکنولوژی و صنعت حداقل 100 سال از ما عقب تره، اونا میستن که جمهوری اسلامی در این در بحبوحه جنگ سردی که با اونا داره بخواد مثلا صاحب سلاح‌های هسته‌ای باشه و اونها رو مثلا زیر یوغ و سلطه خودش بخواد نگه داره. به هیچ عنوان اونا اگه صنعتشو ندارن میرن پول میدن از یه نفر میخرن، میرن از این پاکستان و اینور اونور، یعنی به نوعی دنبال این خواهم بود که خودشون رو مجهز به یک نوع سلاح هسته‌ای بکنن، برن با ثروتی که دارن بزرگترین کارشناسا رو بگیرن و بیارن و برن به هر طور شده از هر چی شده بزنن که صاحب یه بمب اتمی بشن. اصلا مضحک شما فکرشو میکنید که قدم‌هایی که بعضی از این کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس آماده‌اند بردارن برای که در مقابل ایران یک نوع گارانتی برای استقلال خودشون داشته باشن. ولی بگذاریم از این کشورها، کشورهای عمده تر، شما فکر کنید مصر که در حول و حوش منطقه ما هستش میخواد همینطوری تماشا بمونه، تماشاچی تو صحنه باقی بمونه، یا ترکیه که شما گفتید. و اصلا اتمی شدن ایران ضمن اینی که این به اصطلاح این جنگ تسلیحاتی رو در این راستا تشویق میکنه و توسعه میده، خاورمیانه رو به مراتب از اون چیزی که امروز هست خطرناکتر میکنه و این خودش به نوع خودش بزرگترین خطر رو متوجه این منطقه میتونه به دلایلی که تا به حال وجود نداشته بکنه. لذا تمام این مسائل بارها و بارها مطرح شده و من فکر میکنم تمام هممیهنان ما هم که کوچکترین اطلاعاتی در این موضوع در این موارد نداشتن به لحاظ گفتگوهای متعددی که از هر کانال تلویزیونی و رادیویی در این مورد شده کاملا به این وضع آگاهی دارن. مسئله اساسی است که جمهوری اسلامی واقعا علی‌رغم تمام فشارهایی که روش هست میخواد به طور جدی با جامعه بین‌المللی قدم ورداره و این تک آتویی که در اصل بیمه عمرش هست رو بخواد پیرامون اون مثلا به یک معامله برسه، من بعید میدونم. چون منهای دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای هیچ نوع گارانتی برای ادامه حکومت اسلامی وجود نداره. ببینید نویدی که نظام جمهوری اسلامی میده چیه؟ ما یک پیرمرد مریض احوالی رو در رأس یک حکومتی داریم که یک پیامی رو به ملت میده که با آرزوها و نیات اکثریت قاطع جوان اون مملکت به کلی در تضاده.
چه آینده‌ای میتونه برای پیام آقای خامنه‌ای و دار دسته او برای ملت ایران باشه؟ چه پیامی؟ مگر اینکه اونها بتونن به ضرب بمب اتم و شانتاژ و زورگویی مردم رو همیشه در رکاب خودشون به نوعی به اصطلاح اداره بکنن. خب اگر این آتو ازشون گرفته بشه، اون آرمانها، آرزوها، نیاتی که نسل جوان برای خودش، برای آینده مملکت داره، اونها در نهایت حاکم خواهند شد. و من تردیدی ندارم که در نهایت اونها حاکم خواهند شد. مسئله رفتن جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیره. مسئله است که به چه قیمتی میره؟ آیا مملکت ما رو میخواد در یک جنگ خانمانسوز دیگه به اصطلاح درگیر بکنه، و یا اینکه به یک نوع بهتری که سعادت مردم رو و اون سلامت مردم رو بیش از اون چی که امروز به خطر انداخته به خطر نیندازه؟ اینا مسائلی است که هست. جامعه بین المللی میخواد با ایران روی این مسائل کنار بیاد، میخواد دنبال راه حل دیپلماتیک باشه. جمهوری اسلامی هم امروز به لحاظ تحریم ها و به خاطر اینکه فشارها رو کم بکنه رغبت مذاکره رو نشون میده، ولی خب مسئله این هستش که تا زمانی که به نتیجه نرسه در این مذاکرات، این تحریم ها ازشون کاسته نمیشه. و اینی که مقامات جمهوری اسلامی فکر کنن که مثلا آقای جلیلی در هند میگه که ما به روسا پیشنهاد دادیم و علاقمندیم که 5+1 زودتر سر میز مذاکره بیاد، که اونها سر میز مذاکره که اومدن مثلا یک تقلیلی در شدت این تحریم ها دیده خواهد شد، یا ما شاهد برداشتن این فشارها خواهیم بود. نه، اینطور نیست. به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید. یکی از برگه های برنده ای که به زعم خود آقایان در مذاکره های اتمی داره استفاده میشه، یکی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی است که میگوید که از لحاظ شرعی داشتن بمب اتم حرام است، و این رو به عنوان یک فتوا و یا حالا حکم حکومتی و به هر عنوانی بر سر میز مذاکره بردن، و این رو به عنوان یکی از نقاط قوت خودشون در مذاکره با 5+1 دارن مطرح میکنن. اما از سوی دیگه شما هم خودتون به تحریم ها هم اشاره کردید. هویت هر دو طرف مذاکره کننده بر سر تحریمه. طرف ایرانی میگوید که تحریم رو بردارید تا ما مذاکره بکنیم به نتیجه برسیم، و طرف 5+1 میگوید که شما اول غنی سازی رو کنار بذارید تا ما تحریم رو کنار بذاریم. و به تجربه هم 5+1 و امریکا ثابت کرده که بر سر این موضوع، حداقل بر سر برمی، این قدرت رو داره که یک شبه بخش بزرگی از تحریم ها رو لغو بکنه. اما عملا میشه گفت هویت هر دو طرف در تحریم شکل گرفته و اینها نمیتونن از توی این بنبست خارج بشن مگر اینکه یک نفر به طور کل از مواضع خودش عقب بشینه. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با توجه به اینکه خودتون هم اشاره کردید هویتش رو و ماندگاریش رو در این مسئله میبینه که بمب اتم داشته باشه و با اون بتونه پایدار بمونه، آیا فکر میکنید مذاکره به جایی برسه، و یا اینکه نه همچنان لجاجت میخواد بکنه بر سر این؟ خب انگیزه جمهوری اسلامی برای دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای به عقیده من هرگز از بین نخواهد رفت. اینها ممکنه که به لحاظ تاکتیکی به خاطر فشارهایی که روشون هست بخوان مثلا اینطور وانمود بکنن که میخوان با جامعه بین المللی قدمهایی رو در راستای تأمین نظریات اونها بردارن. مثلا در دوران دولت آقای خاتمی اینها تعلیق غنی سازی رو برای یه مدتی، غنی سازی رو برای یک مدتی اینها معلق کردن، ولی دیدیم که بلا فاصله بعد از قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد و در مسند قدرت قرار بگیره، آغاز غنی سازی مجدد در روزهای آخر دولت خود آقای خاتمی صورت گرفت، نه در زمان احمدی نژاد. یعنی در یک زمان که وضعشون ضعیف بود، به خصوص موقعی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کرده بودن و صدام رو نابود کرده بودن و حاکمیت احساس ناامنی می‌کرد، اونها آمادگی داشتن که
روی این موضوع کوتاه بیان. ولی به محض اینکه فکر کردن در یک موقعیت بهتری قرار دارن، بلافاصله موضوعشون عوض کردن و از اون زمان، یعنی از سال 2005 تا به حال، اینها همینطور ما می‌بینیم که این درجه فعالیتشون رو در این راستا هر روز به فرمی بیشتر و بیشتر کردن و امروز به جایی رسیدیم که دسترسی اونها به اون مراحل نهایی به گفته کارشناسان و سیاستمداران بین‌المللی به اون نقطه های نهاییش داره نزدیک میشه. پس اینا اینو میخوان. حالا امروز به لحاظ این فشارها ممکنه اینطور وانمود بکنن که به لحاظ تاکتیکی حاضرن عقب نشینی بکنن، ولی مسئله همونطور که گفتید تا زمانی که این مشاهده نشه که این عقب نشینی دقیقا معنیش چیه، به کل در کل برنامه چه اثراتی رو میگذاره. شما اشاره کردید قبلا به تأسیسات پارچین. تا روز 14 دسامبر که آقای ناکارچ در ایران بود، اینا اجازه نمیدادن که کسی تأسیسات پارچین رو ببینه. حالا گفتن تا 16 ژانویه این مثلا میتونه عملی بشه. تمام کارشناسا معتقدن که تا 16 ژانویه اونها تأسیسات پارچین رو میخوان پاکسازی بکنن. یعنی روزی که این نمایندگان سازمان انرژی اتمی اونجا میرن و بررسی میکنن، چیز عمده ای رو نبینن. حالا اینا میگن خب ماها درسته که حرف شما رو پذیرفتیم، ولی احمق که نیستیم. خب میدونستیم اگر روز 14 دسامبر اومده بودیم ممکن بود احتمالاً چیزایی رو ببینیم که روز 16 ژانویه نخواهیم دید. ولی مسئله صنعت موشکسازی ایرانه. مسئله تنها در یک جا نیست. اینها به دنبال دست یافتن به این تکنولوژی ساخت سلاح‌های هسته‌ای و وسیله برای حمل اونها هستند. تا زمانی که جامعه بین‌المللی خیالش راحت نشه که دنبال جمهوری اسلامی این مسئله رو دنبال نمی‌کنه و حرف آقای خامنه‌ای و اون قولی که داده یا اون صحبتی که از اینکه غیر شرعی بودن سلاح‌های هسته‌ای میکنه، من میتونم بگم که کوچکترین پشیزی دارای اهمیت در اذهان این افراد نیست. یک، کشورهای غربی که این نوع حرفا رو که آیا خدا گفته خوبه یا غلطه رو که از به این حرف پاپیچ این حرفا همیشه بودن و این نوع مسائل رو هیچ وقت قبول ندارن. از سوی دیگه در مذهب شیعه اسلام آقای خامنه‌ای اصل تقیه وجود داره که تمام کارشناسای مذهبی به اینا گفتن که ضمن اینی که آقای خامنه‌ای صحبت از این فتوا میکنه، یه اصل دیگه هم هست که فردا میتونه بیاد و به لحاظ صلاح دید جمهوری اسلامی بخواد با کلاه شرعی کاملا زیر تمام اون تعهداتی که قبلا داده بزنه. لذا این حرفا معنی نداره. تا زمانی که به اونها، یعنی این پنج علاوه یک، به وضوح پیشرفتی در رابطه با خواسته هاش نبینه، این تحریم ها سر جاشون هستن. ولی اینجا یک اشکالی تو کار خود غربی ها وجود داره که اون هم البته باید اونها خودشون این مسئله رو روشن کنن، و اون تضادی است که در مواضع اعلام شده اونها وجود داره و هنوز کاملا برطرف نشده. قطعنامه های شورای امنیت، اولین قطعنامه های شورای امنیت، هر نوع غنی‌سازی رو در ایران منع کرد. در صورتی که جمهوری اسلامی علناً بعد از اون قطعنامه ها به غنی‌سازی ادامه داد و امروز صحبت از این هستش که میخواد غنی‌سازی رو در سطح 20% انجام بده و داره میده. حالا مسئله دیگرانی امروز جامعه بین‌المللی این هستش که در چه زمان و با چه سرعتی اون 20% میتونه به اون درجه برسه که امکان به اصطلاح ساختن بمب اتمی رو برای حاکمیت امکان پذیر بکنه. پس خواست شورای امنیت باید امروز مشخص بشه که با 5% در اصل مخالفتی نداره، ولی با بیش از 5% مخالفت داره، تا تکلیف اونها هم
به وضوح روشن باشه. این مسائل روشن نشده. مثلا خانم کلینتون دو سال قبل در قبل از آغاز جلسه 5+1 علنا گفت که خب اگر جمهوری اسلامی با 5+1 راه بیاد، ما مثلا با غنی‌سازی تا حدود 5% شاید موافقت بکنیم. خب این حرف خانم کلینتون اون زمان درست مغایر با اون قطعنامه‌های خود شورای امنیت بود که خود آمریکا به پیشنهاد آمریکا به تصویب رسیده بود. خب این مسائل نمیتونن وجود داشته باشن، اینها هم باید حل شن. امروز باید غرب موضع خودش رو مشخص بکنه، به طور مشخص مسائل رو جلوی جمهوری اسلامی بذاره و از جمهوری اسلامی بخواد که اون مسائل رو دقیقا رعایت بکنه و اون مسائل هم باید با واقعیاتی که روی زمین حاکمه همخوانی داشته باشه. اینی که شما به جمهوری اسلامی بگی اصلا غنی‌سازی نمیتونی بکنی موقعی که اومده و تا 5% کرده و همه هم قبول دارن، خب این یه چیز غیر طبیعیه، ولی باید اینو خودشون روشن بکنن. اگر بخوایم برگردیم به بحثایی که در چند هفته گذشته با هم در مورد موضوع مذاکره ایران و آمریکا هم داشتیم، مشخصا این موضوع خارج از بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و مسئله مهم سر اینه که حتی خود شما الان اشاره کردید به فشار آیت الله خامنه ای و اون دوره‌ای که آقای علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد بود در مجلس هفتم، مصوبه ای رو مجلس تصویب کردش که دولت سید محمد خاتمی رو مجبور کردش که اعلام کنه که ما مجددا غنی سازی رو انجام میدیم و بعد از اون هم که دیگه مشخصا هم دولت هم نهادهای دیگه کاملا زیر نظر بیت رهبری پیش رفتن. اما مسئله که اینجا الان میخوایم اگه اجازه بدید واردش بشیم، تغییر در ساختار تیم سیاست خارجی دولت جدید ایالات متحده است. بعد از اینکه اعلام شد سوزان رایس به عنوان وزیر امور خارجه معرفی نخواهد شد، اعلام کردن که جان کری که قبلا خودش کاندید ریاست جمهوری بوده به عنوان وزیر امور خارجه معرفی خواهد شد. جان کری شخصیتی که خب آدم معتدل تری هستش و بسیار شاید به عنوان مذاکره کننده و یا به دنبال چنین سیاستی باشه. به نظر شما این تغییرها آیا پیامی خواهد داشت برای این که تیم سیاست خارجی ایران، یعنی عملا میشه گفت تیم سیاست خارجی که زیر نظر بیت رهبری داره اداره میشه، امیدوار هستش که بتونه باز هم این مذاکره ها رو به نحو دیگه پیگیری بکنه و یا اینکه تأثیری نداره از دید شما؟ خب ببینید، به هر حال اینکه خانم کلینتون داره کنار میره و یک فرد تازه‌ای در مسند وزارت امور خارجه آمریکا خواهد نشست، خب این یک تغییری است که وجود داره، اینو منکرش نمیشه شد. ولی اینکه تا چه حد سیاست آمریکا و برخورد آمریکا در ارتباط با مسائل بین‌المللی و به ویژه مسئله ایران تغییر بکنه با روی کار آمدن آقای کری، من فکر نمی کنم که تفاوت فاحشی در کار باشه. سیاست آقای اوباما و اگر به قبل از اون فکر بکنیم، سیاستی که خود کری موقعی که کاندید ریاست جمهوری بود، مخالفت با جنگ عراق بود، مخالفت با درگیری های نظامی آمریکا در سطح جهان. خود کری آدمی بود که در جنگ ویتنام شرکت کرده بود و یکی از میشه گفت بزرگترین کریتیک های جنگ ویتنام بود و اون میراث رو با خودش در سال 2004 موقعی در مقابل جورج بوش کاندید حزب دموکرات بود به عنوان مخالف با ادامه جنگ در عراق ادامه داد. پس کری به دنبال درگیری نظامی با ایران نیست طبیعتاً، همونطور که خود اوباما نبوده. خود اوباما کسی بود که به دنبال پیدا کردن یک راه حل سیاسی با ایران بوده و اوباما و دولت آمریکا کسانی بودند که موقعی که جنبش سبز در ایران به راه افتاد و موج اعتراضات مردم در خیابان‌ها بود
کوچکترین اعتنایی به مردم ایران و خواسته های مردم ایران نکردن، به لحاظ اینکه امیدوار بودن به نوعی با احمدی نژاد روی پرونده هسته‌ای بر مبنای لابیگری هایی که مشایی و غیره تو آمریکا کرده بودن از سوی او به یک نتیجه برسن. پس برای اونها دست یافتن به یک راه حل دیپلماتیک که خرج فیصله دادن به این ماجرا رو کمتر بکنه، اون اولین و مطلوب ترین راهه و کری به نظر من به دنبال این راه هست. جمهوری اسلامی امروز که این حقیقت رو میدونه، چون برای اونها به وضوح روشنه که اینها الان مترصدن که وارد مذاکره بشن، میخواد از یک فرصتی رو به جمهوری اسلامی میده که ضمن اینه که مثلا آقای جلیلی از 5 به علاوه 1 تقاضای این که ملاقات ها زودتر صورت بگیرن رو میکنه، ولی میدونه که هر پیشرفتی در راندمان کار 5 به علاوه 1 موقع که صحبت از مذاکرات مستقیم با آمریکا هست، در اصل به نوعی در گروه نتیجه ایست که میتونه از اون مذاکرات حاصل بشه. حالا به عقیده من این تصور ممکنه در طرز تفکر مقامات اسلامی باشه که ما چگونه بتونیم از این آب کره بگیریم و در اصل ضمن اینی که پوانی ندیم، زمینه ای رو فراهم بکنیم که شاید تحریم ها، حالا اگر این میزان تحریم های موجود کم نمیشن، ولی تحریم های جدیدی به اینها تا زمانی که این مذاکرات صورت نگرفتن و 5 به علاوه 1 هم به یک نتیجه ملموستری نرسیده اضافه نشن. خب این از نظر جمهوری اسلامی، حداقل وضعیت موجود رو در همین وضعیتی که در همین حالتی که هست نگه می‌داره و این تحریم‌های جدید که کنگره آمریکا امروز صحبتشو می‌کنه، با توجه به اینکه کنگره جدیدی اومده و فلان این حرفا، اینها رو می‌تونه تا حدودی به اصطلاح از پیشرفتش جلوگیری کنه. حالا این در اصل یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که مقامات ایرانی با آمریکایی‌ها صحبت نکردن، تا زمانی که نتیجه اون مذاکرات به نوعی مشخص نشده، شاید جمهوری اسلامی بتونه یه وقت اضافی بخره. ولی من تصور نمی کنم که یا آقای اوباما یا آقای کری ضمن اینی که خواستار مذاکرات هستن بتونن به کوچکترین چیزی جز راه آمدن کامل ایران در راستای تقاضاهایی که از ایران دارن بسنده بکنن. یعنی امکان نداره که اینها بتونن شرایطی رو بپذیرن که دست ایران رو برای رسیدن به اون نتیجه نهایی که میخواد باز بگذاره. شما به وقت اضافه اشاره کردید. بسیاری اعتقاد دارن این وقت اضافه تا انتخابات ریاست جمهوری ایران هستش و اونجا هستش که تحول جدیدی به وجود خواهد اومد، حالا با انتخاب رئیس جمهور جدید. یکی از کاندیداهایی که جناح تندروی داخل حاکمیت، یعنی جبهه پایداری و جناح حواشی اونها، آیت الله مصباح یزدی و کسان دیگر دارن پیشنهاد میکنن، همین سعید جلیلی است، کسی که به عنوان نماد پایداری مذاکرات هسته‌ای از اون یاد میشه و کسی که به حزب الله بسیار نزدیکه و مشخصه های بسیار خوبی رو برای جبهه پایداری داره. اما همونجور که قبلا هم صحبت کرده بودیم، این انتخابات انتخاباتی هستش که انتخاب بیت رهبری به صورت واضح باید از توی صندوق در بیاد. دوره های پیش همچنین بودش، مخصوصا در 88 این اتفاق افتاد. اما میخوام بدونم که آیا فکر میکنید این زمانی که شما هم خودتون بهشون اشاره کردید تا انتخابات ریاست جمهوری، آیا انتخاب رئیس جمهور در خرداد سال آینده میتونه تأثیری بر روی این مذاکرات داشته باشه؟ و یا فکر میکنین حتی مثلا سعید جلیلی در مذاکرات جدیدش به چنین چیزی اشاره بکنه که این مذاکرات تا اونجا ادامه بدن؟ من فکر میکنم که این تصور که رئیس جمهور جدید ایران
سیاستی جز سیاستی که یا خواسته جز خواسته ای که حاکمیت فعلی حاکمیت امروز آقای خامنه ای و تبعه داشته بخواد خواسته دیگه ای داشته باشه، از این مضحکه. یعنی انتخابات ایران کوچکترین تأثیری روی نتیجه این مذاکرات نخواهد گذاشت. همونطور که اگر آقای موسوی هم در سال 88 به جای احمدی نژاد انتخاب میشد، در ارتباط با پرونده هسته‌ای کوچکترین تغییری مشاهده نمیشد. کماکان که آقای موسوی بارها و بارها این موضوع رو گفته بود و مشخص بود که سیاست هسته‌ای ایران در همون راستایی که بود اگر ایشون رئیس جمهور هم میشد ادامه پیدا میکرد. این یه امری است که هیچکس نباید فراموش بکنه. لذا تعیین کننده این نیستش که تا زمان انتخابات ایران کی رئیس جمهور میشه. تعیین کننده این هستش که تا زمان انتخابات رئیس جمهور ریاست جمهوری وضع پرونده هسته‌ای در چه مرحله‌ای قرار داره. اگر وضع پرونده هسته‌ای در یک مرحله‌ای قرار داشته باشه که دسترسی اینها رو به اون نتایجی که میخوان و اون نتایجی که جامعه بین المللی از اسرائیل که هارت و هورتش از همه بیشتر بوده تا اونهایی که بدون هارت و هورت زیاد ولی شاهد تمام به اصطلاح ریزکاری ها به دقت هستن به یک مرحله خطرناکی رسیده یا نه. اگر اون مرحله برسن فرق نمی کنه که کی در ایران رئیس جمهوره، درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر خواهد بود. خود مقامات اسلامی هم این رو میدونن، چه اونایی که امروز سر کارن چه اونایی که امید این رو دارن که در انتخابات به جایی برسن. مسئله این هستش که آیا اینها چنین ریسکی رو میکنن یا نمیکنن. در هر دو حال وضع جمهوری اسلامی خوب نیست. آقای خامنه ای همونطور که عرض کردم و سیستمش به لحاظ پیامی که برای مردم ایران ندارن روزهاشون به هر حال بی نهایت نیست. اگر دسترسی به بمب اتمی بخوام پیدا بکنن بدیهی است که یه نوع بیمه برای حاکمیت هست و میتونن با شانتاژ و بلکمیل به قول همین غربی ها مردم رو زیر سلطه خودشون نگه دارن. ضمناً چون دنیا نه به خاطر اینی که وضع بنده یا شما یا خواهر و مادر ما در ایران زیر سلطه آقای خامنه ای چه خواهد بود، بلکه به خاطر خطراتی که یک چنین حکومتی در منطقه میتونه به منافع اونها و برای متحدین اونها باشه، این مسئله رو تحمل نمی کنن. حالا مسئله این استش که آیا اون درگیری زودتر به پایان این حاکمیت می انجامه یا یک نوع مرگ تدریجی به لحاظ این تحریم ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از اون. خب الان جمهوری اسلامی و مسئولین جمهوری اسلامی در موضعی قرار دارن که باید بین این دو گزینه انتخاب بکنن دیگه، چون گزینه سومی فعلا وجود نداره. گزینه سوم البته این هستش که این سیاست رو کنار بگذارن، فشارها رو بردارن، اجازه تنفس به مردم بدن، بذارن مردم رو بیان که اگر این کارو بکنن که دیگه مردم اینا رو نمیخوان. این مسائل خیلی روشنه و من نمیبینم که، یعنی اصلا به نظر من هر کی که بخواد مسئله انتخابات ریاست جمهوری رو به حل این موزل و یک نوع شکوفایی در آینده ایران ربط بده، به نظر من اصلا این حرف اصلا ناجوریه. من اگه بخوام برگردم به سال 88، یکی از مهمترین مسائلی که آقای موسوی مطرح کرد توی صحبتاش این بودش که مسئله انرژی اتمی و اینکه ایران باید به انرژی اتمی دست پیدا کنه جز حقوق مسلم مردم ایرانه و فکر نمی‌کنم کسی در این مورد هم بخواد نقطه ابهامی داشته باشه. یک تکنولوژی هستی است. مسئله مهمی که مطرح شدش اون موقع سیاست‌های خارجی بودش که در قبال اسرائیل گرفته می‌شد و این مورد نقد حتی آقای کروبی هم قرار گرفته بود و حتی بعضن خود محسن رضایی که وابستگی‌های به جناح
راست داشتش رو هم به صدا در آورد که این سیاست ها در کنار این اجازه نمیده که ما به انرژی اتمی دست پیدا بکنیم. شما خودتون اشاره کردید که سیاستی که بتونه مردم رو به خیابون ها بیاره، مردم رو دوباره بتونه به قول معروف به قدرت برسونه، هیچ نیتی وجود نداره که حاکمیت بخواد دوباره چنین سیاستی رو تحمل بکنه. خیلی کوتاه، آیا فکر میکنید با این روند در کوتاه مدت آیا حاکمیت میتونه ادامه بده و یا اینکه مجبور میشه آخر سر زیر فشار داخلی و زیر فشار خارجی از زیر هر دو طرف حالا به نحوی بخواد خارج بشه با دادن امتیاز به خارجی ها و یا اینکه فرض محال قبول فشار داخلی و تمکین به رأی مردم؟ ببینید اون شعار اینکه ما باید انرژی اتمی حق مسلم ماست، واقعا حق مسلم ماست، من فکر نمی‌کنم کسی مخالف باشه. بزرگترین منتقدین جمهوری اسلامی با این اصل موافقن که ما طبق قرارداد MPT داره یک حق حقوقی هستیم. مسئله ای که زیر سوال رفته این هستش که چرا جمهوری اسلامی که بر مبنای قرارداد MPT این حق رو داره و دنیا حاضره، آمادگی همکاری برای اون بخش دوم قرارداد MPT که باید نظارت سازمان‌های بین‌المللی باشه، همکاری‌های لازم رو انجام نمیده. و این دولتی که میگه که من دنبال بمب اتمی نیستم، چرا نمیخواد اینو ثابت به جامعه بین‌المللی به اثبات برسونه تا این همه فشارهای بیخودی رو مردم نباشه؟ این مسئله است. آقای موسوی و آقای کروبی این مسئله رو که مطرح میکردن ولی نویدی نمیدادن که دولت‌های اونها روش و یا رویه‌ای رو در قبال خارجی‌ها که بخواد این معضلات رو حل بکنه رو جدا از اون سیاست‌هایی که قبلا اعلام شده بود رو میخوان پیشنهاد بکنن و هرگز این کار نکردن. ولی ببینید مسئله اینه، اگر جمهوری اسلامی در یک سری دوراهی قرار داره، مسئله هستش که هر سرانجام هر دوی این به اصطلاح مراحل برای جمهوری اسلامی خوب نیست. اگر جنگ بشه، درگیری بشه، عواقبش میتونه رژیم رو از پای در بیاره. اگر اقتصاد ایران داغونتر بشه، شرایط اقتصادی بدتر بشه، به نوعی دیگه مردم تو خیابون میریزن. کدومش برای اونها بیشتر قابل کنترله؟ خب اگر جنگ سریعتره، زودتره، اون دیرتره. و به این لحاظ من فکر میکنم هرچی وضع جمهوری اسلامی وخیمتر بشه، اگر قرار باشه بین این دو گزینه انتخاب بکنه، خب شاید کنار اومدن با جامعه بین‌المللی و ایجاد یک نوع تخفیف در به اصطلاح این تحریم ها برای ساده تر باشه. ضمن اینی که این خطر همیشه وجود داره که موقعی شما با خارجی ها یه جا کوتاه میایید، اونا ولت نمی کنن، سزار جای دیگه بیخیرتو میگیرن و ازت چیزایی میخوان که جمهوری اسلامی دادن اونها دیگه براش امکان پذیر نخواهد. ممنون که همراه ما بودید و ممنون که شما هم همراه ما بودید. به صفحه اینترنتی تلویزیون رها مراجعه کنید، میتونید ویدیوهای این برنامه و برنامه‌های دیگه تلویزیون رها رو اونجا مشاهده کنید. اوقات خوشی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.